صادق عصیان متولد 14 جدی سال 1352 خورشیدی در بلخ می باشد. 5 سال داشت که در صنف اول مکتب شامل شد و به همین ترتیب به فراگیری آموزش های لازم پرداخته و دوره های دانش آموزی را یکی پی دیگر در مکاتب شهر مزار شریف به فرجام رسانید. در سال 1372 خورشیدی وارد دانشگاه شد و در پایان سال 1375 خورشیدی از رشته زبان و ادبیات پارسی دری دانشکده ادبیات دانشگاه بلخ گواهینامه دوره کارشناسی لیسانس را به دست آورد. با سقوط مزار به دست طالبان در سال 1377 خورشیدی با تعداد از شاعران و نویسندگان که هنوز در مزار شریف به سر می بردن به سختی روزگار می گذارانید و مشغول فعالیت‌های ادبی و فرهنگی به گونه پنهانی بود. پس از اتفاق 11 سپتامبر و ایجاد اداره موقت در سال 1381 خورشیدی با دعوت دانشگاه بلخ به عیس استاد در رشته زبان و ادبیات فارسی دری در دانشکده ادبیات مشغول به تدریس شد. در سال 1382 خورشیدی با خاطره ازدواج کرد و دارای 4 فرزند می باشند به نامهای فرامارز، فریبارز، فروهر و ویژه. در سال 1389 خورشیدی با استفاده از بورسیه به دانشگاه ملی تاجیکستان رفت و در پایان سال 1390 خورشیدی از رشته ادبیات معاصر فارسی گواهی نامه مقطع کارشناسی ارشد ماستری را به دست آورد. همزمان با تدریس در دانشکده ادبیات مدت 3 سال مدیر مسئول مجله ها و ماهنامه های دانشگاه بلخ، مجله علمی بلخ، فصلنامه معرفت و ماهنامه چشمنداز بود و چند سال مسئولیت بخش فرهنگی و عضویت در مرکز پژوهش‌های علمی آن دانشگاه را داشت. در کنار برنامه‌های دانشگاهی، مسئولیت انجمن قلم در بلخ را به عهده داشت و نیز به عنوان دبیر بخش شعر انجمن نویسندگان بلخ با فعالیت‌های ادبی و فرهنگی پرداخت. طی این سال‌ها گردانندگی 2 برنامه ادبی روزنه و پرنیان سخن را در رادیو تلویزیون محلی بلخ و برنامه ادبی افرند را در تلویزیون آرزو به دوش داشت و چندی هم به عنوان مشاور فرهنگی شبکه رادیو تلویزیون آرزو کار کرد و سالیان دراز در کنار برنامه های ادبی و فرهنگی و علمی به عنوان یکی از فعالان مدنی علیه ناهنجاری ها و زورگویی ها و بی‌عدالتی ها کار و پیکار کرده است. از سال 1370 خورشیدی به این طرف شعر می سراید که تا اکنون 5 مجموعه از شعرهایش چاپ شدند. فصل‌های آفتابی که بهار سال 1382 خورشیدی به چاپ رسیده، روشنتر از همیشه پاییز سال 1386، مثل احوال جهان بهار سال 1393 خورشیدی، فراخوان که در برگیرنده 100 غزل از سال 1397 خورشیدی چاپ شده، حل شدن در حس و حال که دفتر از 100 پارچه ربایی از تابستان سال 1398 خورشیدی به چاپ رسیده است. همچنان 2 کتاب دیگر به نام های نمونه های شعر امروز بلخ و سیما و سخن را گردآوری کرده و به ترتیب در سالهای 1384 و 1385 خورشیدی به چاپ رسیده اند که در اثر نخست شاعران معاصر بلخ با نمونه های از شعرشان به معرفی گرفته شدند و در کتاب دومی شاعران و داستان نویسان
و طنز پردازان معاصر بلخ، سمنگان و سرپل با نمونه های آثارشان معرفی گردیدند. همچنان آثار شامل شعر و پژوهش های ادبی نگاشته است که هنوز فرصت برای چاپ نیافتند، اما برخی از مقاله هایش در کنار دیگر نقد و نظر و گفتگوهایش در مجله ها و نشریه ها و سایت های اینترنتی در داخل و بیرون از کشور نشر و پخش شدند. شعرها و نوشته هایشان گاهی جوایزی هم به همراه داشتند که از جمله جایزه پنجمین دور جشنواره قند پارسی در بخش شعر پایداری افغانستان، جایزه نخست بخش شعر جشنواره ادبی نهادهای مدنی افغانستان در سال 1385 خورشیدی، جایزه بهترین شعر در کنکور ادبی وزارت اطلاعات و فرهنگ در پیوند به نوروز را میتوان همچنان یادآور شد. و اما در فرجام نگفته نگذاریم که پس از این همه شور و شیدایی و کار و پیکار، با تحول تلخ و تکان دهنده و سقوط دراماتیک و باور نکردنی افغانستان و دست طالبان، در اسد سال جاری 1400 همه چیز فرو ریخت و مانند بسیاری از هممیهنان خود مجبور به ترک و یار و دیار گردید و به کشور آلمان کوچید و در شهر اشتوتگارت آلمان مسکن گزین شد.